سلام عرض می کنم خدمت همه بیننده های کانال مافیا استار. دک دربار رو داریم، دک 10 نفره با 10 تا پلیر جذاب. دوستان آرزو بازی پرفکتی دارم، فقط این تایمر بالا سرتون حواسش باشه، هر موقع بو خورد انگار من مرسی گفتم جملتون رو ببندید. روز معارفه 40 ثانیه، خانم آرام سر صحبت بفرمایید. رفیقان دوستان ده‌ها گروهند که هر یک در مسیر امتحانند. گروهی صورتک بر چهره دارند، به ظاهر دوست اما دشمنانند. ولی یاران همدل از سر لطف به هر حالت که باشند مهربانند. رفیقان را درون جان نگهدار که آنها پربهاتر از جهانند. تصمیم دارم تو این بازی به کسایی که تارگت بک میکنن تارگت بزنم. مثل کی؟ مثل آقای علی مولا، مثل خانم اسما، مثل حاج موری. اینا تارگت بکی هن. من تصمیم دارم به اینا تارگت بزنم. به چرخ. ایام خوشان بود که با دوست بسیار. امیدوارم خانم آرام با جز همون یاران همدل باشی. یه خواهش بکنم بچه از شهروندهای بازی، خوب گوش بدید به بازی. سعید مایک تو ببر، خوب گوش بدید به بازی. دیالوگایی نگید که باعث بشه که مثلا نفر بعدیمون زنین بشه. مثلا لایک و دیسلایک خانم هست، ما اگه شهروندی دقت میکنی، بازی قبلی که بازی کردم شهروند بودی، یه لایک و دیسلایک رو ندیده بودی، دروغ فکر کردم داری وارد بازی میکنی. پس خواهشان گوش بدید بچه ها، با فکت بازی کنیم. فردا خانم آرام برگرد بهتری به ما میده. هاجموری تارگت بک نبوده خانم آرام، تا اونجایی که یادم میاد هیچ وقت سعی نکردم تارگت بک باشم مگه اینکه فکت داشته باشه. خوشحالم که گاردمونم رضاست، جذابتر از رضا نیست فکر میکنم تو گارد. سلام دوستان، ابوالفضلم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی باشه. شهروند بازیم نظر خاصی راجع به دو نفر قبل خودم ندارم، برندشون رو میذارم فردا در بیاد. یه تارگت میذارم به احسان زرگر، به نظرم احسان 100% مافیاست، کارت مافیایی کشیده. یه تارگت هم میزنم به مهرداد، مهردادم به نظرم ناراحت توی بازی. حالا به چرخ صحبت های بقیه‌تون رو گوش میدم. بذارید 2 دقیقه تصویرم میبندم، ببخشید. سلام دوستان، ارادت من مخلصم. من برعکس تو یه حس میکنم حاج مرید تارگت بک نزد که بگه من تارگت بکی نیستم، ولی تهش طاقت نیاورد، یه ریز از بغل زد. درسته حاج مرید؟ آره، مشکوک مشکوکی. یه حس غریبی ها از اول بازی، از قبلی که نقشه ها رو بدن تو وجودم بود که علی مولا و احسان زرگر قرار مافیا بشن، رندمون کنن، یعنی ریز ریزمون کنن، با همون روپایی بزنن. خیلی زومم روتون، خیلی زومم روتون ها. آخه ریاکشنتم علی مولا نسبت به یکی خیلی تند بود. حالا میشتمم، فقط حس درونیمو گفتم. اگه نه با حالا من حس درونیمو گفتم بگرده. سلام علیکم سیدم. ببین آرام، وقتی میخوای تارگت بزنی که تارگت بک بخوری، سلطان تارگت بک های منظم امو خشایاره. تو باید به امو خشایار اولی تارگت رو میزدی. یعنی بگه امو خشایار و مافیاس گردنت میگیره، چرا به امو خشایار تارگت نزدی؟ من تارگت بک تر از امو خشایار ندیدم به نظرم، ولی ابوالفضل شماره 3 قطعی مافیا است. ببین ابوالفضل، من روشناختی که از تو دارم، وقتی ردیفی تارگت میزنی داداش تو به نظرم قطعی مافیایی. درسته؟ بعد کسی دیگه اگه این صحبتاتو میکرد تو قطعی بهش تارگت میزنی داداش. چرا با 3 تارگت های اکسی دلیل آوردی تو مافیایی؟ پس ابوالفضل 3 به نظرم قطعی مافیاست. بچرخه.
سلام، امیدوارم بازی پرفکت و جذابی بشه مثل اون دو دست قبل که بازی کردیم. بازی خوبی بود. ببین خانم آراما، همیشه کسی که با فکر بازی رو ران میکنه خیلی به حرفاش گوش میدم. شما میگی میخوام به کسایی تارگت بزنم که تارگت بک میکنن. خب الان شما اینو بیان کردی، علنی هم گفتی به کیا میخوای تارگت بزنی. اگه به تارگت نزنن میخوای چیکار کنی؟ یعنی فردا هیچ برایندی نمیتونی تو بازی بدی. این مشکوکه. شماره دو به نظرم اصلا خواسته ناخواسته افتادی تو ترپی که شماره یک انداخته بود. هرچی شماره یک باشه تو خیلی مشکوکی. حرفی که الکس راجب زد خیلی درسته. ببین آقای الکس، روی شهروند زوم کردی. من شهروندم، هیچ گیرت نمیاد اینجا. برو جای دیگه، زمین بازی جای دیگه است. این آقای اولی هم من میبخشمش، میذارم رو غرور جوونیش بچرخه. خب سلام دوستان، خدا قوت، امیدوارم این بازی خیلی خوبی باشه. سعید، امشب خونه خودتون نیستی، درسته؟ از مبلا فهمیدم این مبلا مبلای خونتون نیست. خب من با هاجموری فرا ساید میگیرم. هاجموری میخوام ساید بگیرم باید به فکت عدم ران بازی، یعنی تو فقط نکات مثبت، نکات بهداشتی برای ما ارائه کردی، هیچی هم نداشتی بگی، شعر خوندی اولش، بعد راجب شماره یکم دقیقا همون حرفایی که احسان زد همونم هم باز درست باد رود میشینه. من فقط میخوام شو کنم خودم، میخوام باد سایت بگیرم. من یک نمیگم، یک خودش میتونه تارگت های خودش فر خودش نیاد، ولی من تو خور قطعی مافیا دارم، درست باد سایت میام، پس گردن منی تو. مولا شما نه بودم ها. نه، شماره ها یه ذره گفتم، یه شماره کم ترید. اوکی یه بازی کنم تو شدم کنار تو بازی خوب و پرفکتی بشه. شماره یک تو این بازی قطعه به یقین ما دست. من تارگت بکم کنم که خودتی به دیگران نسبت نده. شما خواستی با این دیالوگ سه نفر رو تو دک ده نفره از کسایی که به زن حذف کنی. این فکته، این فکته. کسایی که قراره از هفت تا شهروندی که قراره به تارگت بزنن حذف کنی. خیلی ساده است معادلش. پس یک قطعه به یقین از نظر من مافیا. هاجموری رو هم من مافیا دارم، هاجموری رو مافیا دارم. این آقای سعید هم به نظرم مشکوکه تو بازی. سعید اول تو یک و دو رو هیچی نداشتی دیگه، با یک دیالوگ کردی. اول فازم که اعلام موضعی در مورد اونو نکره، گفته چیزی از من ندارم، کاری با من نداشته، بعد خودش تارگت داده. چرا اول فاز قطعی مافیا است؟ پس سعیدم تو این بازی مشکوکه، ولی با هیچ کدومتون کار ندارم. من فردا فقط یک رو به ساید خودم اجماع میکنم. سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خشایارم، شهروند بازی، امید پیروزی شهروند. در پایانم بازی خوبی باشه، دلمون هم شاد باشه و بخندیم. خدمت شما که عرض بکنم، من تحت هیچ شرایطی آقای گاد از چادرم بیرون نمیرم. چادر خیلی خوبی دارم، از چادرم بیرون نمیرم. خدمت شما که عرض بکنم، فقط من سنم از همه فکر کنم اینجا بالاتر باشه، ولی ما ارادت داریم خدمت آقای یا خانم ریش سفید، ولی امیدوارم ریش سفید بین آقایون باشه، بین خانم ها نباشه، چون خانم ها ریش ندارن. علی مالا به نظرم شهروند تارگت کردی، چون من سعید آجموری شهروند دارم. حالا آرام باید بذارم فردا صحبت بکنه. الان الکس بین شماره 6 و علی مولا مافیا داری؟ الکس با عدد به من نشون بدی کیه؟ 6 درسته؟ 6 ها، علی مولا. علی مولا خیلی به من ابوالفضل مشکوک دارم. ابوالفضل من مشکوک دارم، حالا مشکوکه، یعنی فکتی فعلا ندارم که بخوام بگم. مشکوکه، 6 هم مشکوک دارم. آی مرداد اگه شهروندی زود ساید نگیر لطفا، شروع نکن بازی رو شانتاج نکن، زود ساید نگیر با کسی، زود ساید نگیر. این برایند من از بازیه، ولی من بستم رو شهروندی هاجموری سعید فعلا.
فعلا تا امروز، شاید فردا یه حرفی بزنه یه باگی چیزی بده برگردم از نظرم، ولی درود فراوان خدمت همه. خانم آرام، تا اونجا که من خودم رو میشناسم و بقیه، من آدم تارگت بکی نیستم مگر اون کسی که به من تارگت زده مافیا باشه و در طول بازی متوجه شم. شما اومدی گفتی این 3 نفر تارگت بدن، که اگرم به تارگت زدم بگی ببین تارگت بک بود، یعنی از الان راه تارگت و از ما 3 نفر به خودت بسی که اگر ما تارگت زدیم تارگت بکی بوده. بیاین فکت هم رو پیدا کنی، فکت برای من بیاری. این از شما خانم آرام. آقای حاجموری همچین چیزی رو خودش در مزام اتهامه همچین چیزی رو میبینه، از ترسش که یه موقع بهش نگن مافیا تارگت بک نمیکنه یه ریزم لپی میکشه. ابوالفضل چرا مشکوکه؟ تو این دوتا رو شهروند دیدی؟ چجوری میتونی جفتشون رو شهروند ببینی و در موردشون نظری نداشته باشی؟ اینجا یه کار آقای خشیر، من در مورد چادر و اینا واقعا چیزی رو متوجه نشدم، ولی به ریش نیست، به ریشه است. شما نمیخواد بری سراغ ریش سفید. شما سعی کن اول شهروندی خودتو ثابت کنی. ساعت سیت شماره 9 بلند شدی فقط میگی یه نفر این اونه این اینه و برایند بدی نظر بدی. ساید و مایدو کاری ندارم، مهرداد خودش مشکوکه و تو نمیترسی به علی مولا؟ علی مولا رو من اینجا شهروند دارم، برایند شبیه من بوده. خانم آرام برایند تو میشنوم. با اعلام من شب میشه دوستان، همه تصاویرتون رو ببندید، همه تصاویر بسته. دوستان یه پیغام گذاشتم برای یکی از دوستان، همه تلگرامشون رو لطفا چک کنن.
بعد از نقطه چین من تو گروه دربار چت نباشه دیگه، بعد از نقطه چین من تو گروه دربار چت نباشه تا نگفتم کسی تصمیر نمیده. با اعلام من روز میشه دوستان همه تصویر. همه تصویر بدیم. آقای علی مولو تصویر. روز یک بازی با تعارف و 45-25 خانم آرام بفرمایید. آقای زرگر بعد من صحبت کن، چالشت هم به من. آقای زرگر این صحبت تو برای دیروز بلایند بازی نبود. من به 3 نفر گفتم تارگت بک، 1 نفر گفته خانم آرام اگر شهروندی سیت 2 بازی. لطفا حرفا رو گوش بده. شما نمیتونستی، یعنی اگر اون تارگت بکایی که زده بودم قبل تو بود میتونستی اینو بگی که 3 تاشون به من تارگت نزدن. خانم اسما از نظر تو من مافیای بازی هم، به تو تارگت زدم، فکت دادم دستت، تو به من تارگت زدی، گفتی من با فکت تارگت میزنم اگر بخوام تارگت بکنم. آقای علی مولا شما پذیرفتی، برگشتی گفتی فردا خانم آرام میره. ببین همین آقای الکس رو میبینی، بدون اینکه من به تو رأی بدم آقای الکس تو رو میده بیرون از بازی. احسان زرگر، علی مولا و خانم اسما بفرمایید به جنگ. ببین خانم آرام با میذاشتی اول من صحبت کنم، چون خودم میخواستم علی مولا رو تارگت کنم. علی مولا فقط همون کاریو کرد که تو گفته بودی، یه دونه تارگت بک زدی به خانم آرام، یعنی 3 تا 8 بازی هیچی نفهمیده بودی، فقط گفتی من فردا خانم آرام رو اجماع میکنم، همین، هیچی دیگه نداشتی تو بازی. آقای خشایار، فرق علی مولا و مرداد چی بود که به مرداد میگی سری ساید نگیر ولی به علی مولا نمیگی؟ 2 نفر قبل یه دونه کار مشترک انجام دادن، هر دو تا ساید گرفتن با قبل خودشون. خانم آرام فکتت آنتی فکت داره، تو این باگو دادی نه اونایی که بعد من بودن یا قبل من. حالش حالش بیده آن خشایار، آن خشایار خواستم بهم برگرد. خانم اسما من تو مزنه اتهام بودم بعد صحبت کردم؟ من بعد صحبت کنم تو مزنه اتهام باشم برای تو؟ تو میگی هاجموری که تو مزن اتهام هست، یعنی 8 دست بازی چرخیده، من تو مزن اتهامم. ببینید بچه ها، تو این بازی مهدادی معتقد من مافیام، مافیای احمقی هم که بلند شدم گفتم بچه ها گوش بدید با فکت بازی کنید، فکت دست شهروند ندید روتون پارو بزنن، چه مافیا چه شهروند، برای کارت خودش احترام قائل نیست، نمیخواد بازی کنه. امروز مهداد رو میکنید بیرون، فردا با وصیت همین آقا مهداد بازی میکنید. خوب آقای مهداد، فردا تو وصیت کن حاجبوری مافیاست. امروز پرپرت میکنم که دیگه اگه شهروندم هستی گوش بدی. یک شعر خونده، منم شعر خوندم، چرا یک رو ندیدی؟ اینم یه فکت دیگه. گفته حاجبوری که شعر خونده. یک چیه؟ یک که دیوان خونده. من یک کلمه یه بیت خوندم، اون 80 تا بیت خونده. آقا من صحبت کنم، چالش داشتم. ببین خانم اسما فهمیدین چی گفت؟ گفت من علی مولا رو شهروند دارم ولی میذارم برایند یکی فردا بشنوم. حالا تو برایند یکی میخواد بشنوی، چرا دو تا تارگت دیگه شو تارگت نمی کنی آقای حاجموری و سید رو؟ خانم اسما، خانم اسما به نظر من مافیاست. ببین آقای شماره 6، من احساس میکنم مهرداد میتونه شهروند باشه که با هاجموری شهروند تارگت میزنه، ولی احساس ندارم که بین 1 و 8 مافیان نباشه. پس دیالوگم برای مرداد که میگی چه فرقی داشت این بود، اینم از تو. ولی من امروز فقط به خانم 10، خانم آرام رأی میدم، به کسی دیگه رأی نمیدم. چالش چای دست چی بر اشتباه رو همش میکنی الکس، برو عوض کن. منم چالش که میخواد میدم به علی مولا که شماره 8 بعد من صحبت کنه. از نظر من آرام قطعی تو این بازی مافیاست. سایدم هم من با خانم آرام تو این بازی میبندم. خانم آرام روز معارفه گفته من به این تارگت بکی یا تارگت میخوام بزنم، اونا هم به این تارگت زدن. تو که از اونا بدتر کردی که خانم آرام، تو هم که فقط تو این بازی تارگت بک زدی. تو بازی تو چی؟ تو بازی آرام قطعی تو این بازی مافیاست.
خانم اسما صحبت ها رو گوش نمیکنه توی بازی، معتقده که من کی گفتم یک و دو شهروندن، گفتم من امروز معرفی از اینا چیزی در نیاوردم، میذارم برای آیندهشون واسه فردا. کی گفتم بهشون شهروند؟ خانم اسما، اسما مشکوکه به نظر من، شماره هفت مهرداد هم مشکوکه. مهرداد خیلی زوده که واسه مایک دو تو برسی بگی قطعی تو بازی مافیایی، تو رو من از بازی میکنم بیرون. واتساپ کنی برای آیندهش در بیاد تو بازی، بعد بهش تارگت بزنی. ولی امروز فقط خانم شماره یک آرام از بازی میره بیرون. تمام. آیا احسان زرگری شماره یک تو بازی فهمیده که با شما باید دیالوگ کنه، بعد در مورد شماره ده صحبت کنه، بعد بگه علی مولا مافیاست، بعد خودش با علی مولا سایت نگیره، بگه الکس میخواد علی مولا رو بکنه بیرون؟ چرا قبضش در خونه تو اومده؟ چرا علی مولا رو تارگت میکنی؟ علی مولا دیروز برای یک پک آورد، برای دو پک آورد، به خود برای خود شماره 6 پک آورد. گوشات بسته است؟ گوشات کیپه یا پنبه تو گوشاته که میگی علی مولا فقط فهمیده با یک باید ساید بگیره؟ امروز شماره یک به ساید من میره بیرون، مهمات چی؟ یک نفر رو تعیین کنید، گانش رو بده بهش، هر دو سلام گرفتید اون شهروند، مهمات چی؟ علی مولایی رو میاره بالا، با گان میزنه، مرخص میکنه، میره میگیره میخواب علی. الان نوبت منه، چالش تایی دست میدم، اسما به من برمیگرده. به نظر من داره روند بازی مثل بازی قبل میشه که یه نفرتون دارین همینجور دارین همه تارگت میکنین. حقیقتا چون مدن تا الان 5-6 تا تارگت من دیدم به خانم آرام خورده. من علی مولا فقط یه فکت دارم براش روز معارفه، به 5 خورده گرفته که چرا 4 رو ندیدی؟ اون 3 رو با یه فکت دیگه زد، 3 رو به یه فکت دیگه زد علی مولا، گفت چون خطی تارگت کرده مافیاست، نه اینکه 2-1 رو ندیده، به این فکت زدش. آره به این فکت، تو به این فکت به اون تارگت زدی، این فکت مافیایی توه. آی حاج موری شما داداش مافیایی یق نیست، واقعا مافیایی زرنگی هستی که زیری قضایی ها در میری. خب خود 3 رو هم مشکوک دارم داداش، یه 5 تا رو تارگت زده به یه فکت دیدی، اصلا لوپ همدش نکشیدی، هیچ چی در همدش نگفتی ها. تو خود شماره 3 هم مشکوکه. با چالش رو داده دستتون رو میدازه پایین. ببینید اینجا یه کار، آقا من علی مولا رو شهروند دارم، انگار هم سعی نکنید دوباره منو پوش کنید. الکس و کنم داری منو میگی، تک تک دارن اسم منو میارن، ابوالفضل اسم منو میاره، آرام اسم منو میاره. اینا ها چطور فهم مال آرام رو میبینی مال منو نمیبینی؟ اصلا من بیش از زیر فشار تارگتم تا خانم آرام. اینجا یه کار بعد ابوالفضل رو گفتش که اسما گفته من یک و دو رو ندیدم، خطی رو یکی دیگه گفت. من گفتم ابوالفضل، تو میگی شهروند نداشتمشون، گفتم فردا برای اندشم فرایندش امروز دیدیم، میگی یک مافیاس، منم با تو موافقم، پس ابوالفضل من میگیرم شهروند، ابوالفضل میگیرم شهروند. حاج موری تو نظرت در مورد یک چیه؟ تو نظر چالش رو میدم به مهداد. مهداد برگردم داداش که کسی به من چالش نداد، برگردم یه رأی یک و دو که حتما به شماره 10 میدم حتما. ببین آی علی مولا، تو معتقدی که من مافیام دیگه، درست داداش؟ چون به 3 ابوالفضل تارگت زدم، بعد فکرت اینه که 3 ابوالفضل که نظری راجع به یک و دو نداشته، مگه من شهروندی یا مافیای یک و دو به ابوالفضل تارگت زدم برادر من؟ بعد من به شیشه خورده میگی که قبض یک در خونه تو اومده، خب قبض ابوالفضل چرا در خونه تو اومد داداش؟ من به ابوالفضل تارگت زدم، قبضش چرا در خونه تو اومد؟ به نظرم تو که مافیایی آقای علی مولا، یه رأیم به اسما میدم. ببین ابوالفضل داداش، یک نمیدونم شهروند مافیاییشو من در نمیارم، ولی خیلی داره تارگت میخوره، خیلی داره تارگت میخوره. خب آقا من یه توضیح بدم. حاج ماری، آرام یه صفحه شعر خون 3 تا تارگت زد، تو یه بیت شعر خونی تارگت نزدی، ولی بحث نیست، ما بحث نمی کنیم. اما خشار به این نتیجه زدی که من شهروندم، اشتباهی به توی شهروند زدم، پس بحث نمی کنیم، درسته؟ پس من امروز میخوام اجماع، شاید بگیرم شاید نگیرم، شاید رأی بدم شاید رأی ندم، پزشک منو سیو میده امشب. ازم به خدمتتون که بازم بعد صحبت‌ها رو گوش کنم، ولی بحثی نداریم، فعلا بذاریم چی میشه.
ببینید بچه ها، شیش احسان زرگر برگشته میگه علی مولا میگه آرام با شیش دیالوگ کرد. گفتم تارگت من شیش، هشت، ده، درسته؟ من با احسان زرگر دیالوگ نکردم. کسی که با من دیالوگ کرد احسان زرگر بود. گفت خانم آرام باید میشنیدی فکت های منو بعد به من تارگت میزدی، درسته؟ الان ابوالفضل چی میگه؟ ابوالفضل معتقد امروز آرام میره بیرون، سایتش در میاد، چون آرام تارگت بک کرده. من با فکت به علی مولا و به ده زدم، درسته آقای ابوالفضل؟ تو اینجا شو شدی ابوالفضل، درسته؟ علی مولا معتقد خانوم آرام مافیای بازیه، ده شهروند داره علی مولا رو، این دوتا کاری به احسان نداره. بعد احسان احساس میکنم تو شهروندی، علی مولا از کارت تو داشت به من تارگت میزد. ببینید بچه ها گوش کنید، معارفه اولین سایدی که شکل گرفت بین این دو مهرداد بود. آقای خشایار از معارفه آشتی داد، دوباره این دوتا حرف نزده چالش گرفت، گفت من احساس کردم شهروند خودش در رو گردن گرفت. این جنگ اینا باید دنده میخورد دیگه، مگه میشه اینا دو و مهرداد و خشایار در با هم شهروند باشن؟ پس بینشون مافیا است. آقای علی مولا من از خود یکی که معارفه تارگتش کردم چالش گرفتم، تویی که با من هم نظر بودی تارگت کردم، به اون میگی با من دیالو که خودت باید منو گردن میگرفتی، خودت باید منو گردن میگرفتی، دوباره میخوای آرام بکنی بیرون. نمیدونم، من به نظرم بین 9 و 10 قطعی مافیا هست. ابوالفضل بعد من صحبت کنه. آقا گوش کن، کار شیجه زدن اصلا کاری ندارم. چالش میدونم. سعی چالش میخوای بهت بک بدم؟ چالش میدم به ابوالفضل بعد من صحبت کنه. به احسان زرگر تو فقط باید ده و گردن بگیری، یا تو اصلا نباید اصلا صحبت کنی، بگی آقا ده به گردن من. شماره ده داره میگه علی مولا شهرونده، شماره ده داره میگه سه شهرونده میخواد یکو بکنه بیرون، تو میگی یک شهرونده. تو الان ناراحتی الان من به دو نمیزنم؟ اصلا ما با هم چشم باز کردیم. آره اینجوری میخوای اینو بگی دیگه، من با دو چشم باز کردم یا با نه چشم باز کردم؟ یک بخونه با مافیا که من شیشم، به نظر من شیش شوه، یا یک و شیش با هم یارن یا شیشه از سایده یکی خبر داره. چون تو بعد فقط بگی ده، چرا میگی نه و ده؟ فقط بعد بگی ده، دهه داره دو نفره که دارن به یک میزنن کاور کرده. آره اینجوریه بازی. ببین سعید، داری کاری تو این بازی میکنی که مسیر منو تو به هم بخوره. من مافیا ندارم. خانم آرام معتقده که علی مولا تو این بازی مافیاست. من مافیای دومم بلند شدم خانم آرامو تو بازی گردن گرفتم. خانم آرام جمونگ بازی من، میخوام از بازی بکنمش بیرون. میدید امروز یه رأی خانم آرام؟ من مافیاتم سعید، مشکوکتم امروز باید با هم بازی کنی. آرام میره به ساید من از بازی بیرون، اون شبگرد چیه میاد بیرون، شات مافیا نمیشینه، تو نه نفر دوباره میایم بالا. فقط یه رأی میدید خانم آرام، فقط یه رأی میدید خانم آرام میره بیرون. آبش نه بابا، چه نه احسان زرگر بعد من صحبت کنم. ببین آقای سعید، داداش تو یاد قبض نمیدونی چیه یاد مافیایی خودتو زدی به متوجه نشدن. چه ربطی داشت این حرفی که زدی؟ من گفتم ابوالپز هم مثل تو یک و دو رو شهروند داشت. چه ربطی داشت این حرفی که زدی؟ این حرکت رو یک بار دیگه بکنی کل بازی رو میذارم کنار، فقط و فقط خودتو میکنم بیرونا. از بازی مافیا فقط همین رو یاد گرفت. آیه احسان زرگر چرا بهت برخورده؟ گفتم یک میره بیرون چی اصلا دانه بده اولی مولایی رو بزن دیگه. این دکه دیگه یاکوزایی نداره، نمیدونم مذاکره نداره، فلان نداره. امروز یا منو میکنید بیرون یا شماره یک رو میکنید بیرون. وقتی متوجه نمیشی منو بکنید بیرون، با وصیت من بازی کنید، یک رو بکنید بیرون. ببین گوش نمیدین این آقای مهرداد کی شنید من بگم هم نه مافیاس هم ده؟ میگم بینشون مافیاس. آقای مهرداد میگه گفتی هم نه مافیاس هم ده. من گفتم لوکیشن اونجاست، مگه ده رو مافیا نداری؟ مگه ده رو مافیا نداری؟ من گفتم لوکیشن مافیا اونجاست، آرام یار منه، با هم رفتیم تو گروه چالش شده به من، با هم دیگه علی مولا رو گردن گرفتیم، با هم دیالوگ کردیم، رفتیم علی مولا رو بکنیم بیرون.
آقا این مرداد رو به ساید خودم میکنم بیرون. چالش برمیگردونم به آقای حاجی مولی بعد از من صحبت بکنم. دنیای شماره 6 یه باگ دیگه هم دادی به من ربطی نداره. تو معتقدی که مثلث 2 7 9 شک نمیگیره ولی بین 9 و 10 مافیاست؟ خب منم گفتم 10 مافیاست دیگه، چرا به مثلث 2 7 میپردازی های شماره 6؟ چه کار به 2 7 داری؟ 2 7 یه تارگتی زده همدیگه گردن گرفتن، الان کاری به کار هم ندارن. چه کار به 2 7 داری؟ تو معتقد نیست به 9 10 مافیاست؟ آقا به نظر من 6 مافیاست. من 6 و 2 فکت مجزا برای شوردم، به نظر من 6 مافیاست. من به 6 رای میدم. اسما که حتما باید به 6 رای بدین، اسما اگه به 6 رای نده خود اسما رو بدین بیرون. نیکس دوباره از اون بازی هاست که سردرده. ببین آیا احسان زرگر گفتی 2 10 رو گردن گرفته؟ درسته همچین دیالوگی گفته دیگه. ببین آیا مهرداد چطور، گوش بدید بچه ها، چطور ممکنه یک نفر بلند شه کارتشو قمار کنه، برداشت آشتی کنه، تازه بشه نقش مهم بگه دکترم منو سیف بده؟ میشه مگه مهرداد؟ من از تو خواهش کردم اگر تو شهروندی نباید اینجوری بازی کنی. امروز عمو خشایار ببین مشکوک نشو برا من. من نگام به دست آرام بوده تا سیت شماره 6 چالش نخواسته بگیره. فقط از 6 گرفته. نگاه کن اگر که من نمیدونم یک چیه. چالش الکس بعد من صحبت کن. گوش بدید خانم شماره 1 روز 1 بازی سید 1 بازی اومده گفته من تارگت بد میکنم فلان میکنم اینا. اول من گفتم شاید یه ترپی پنگ کرده فردا مافیا بکشه بیرون، روی همون موضوع مونده همچنان من و علی مولا رو داره. ما علی مولا حواست هست چون من به تو گفتم شهروند دارم زیر بار تارگت خفه میشم. الکس تو که میگی آرام خیلی مافیا خوره، آرام که خیلی بالاخوا داشته، الان سعید بالاخواش اومده، دو سه تا دیگه هم بالاخواش اومدن. کسی که من که بالاخواه من نیومده که. خشایار هم میگه من چه میدونم، فقط علی مولا نگفته، اکثرا گفتن من. دوباره بوی پوش میاد ها، منو عصبی نکن الکس، درست بازی کن. خانم آرام همچنان من رو مافیا داره. ابوالفضل میگه تا اولا کی گفته من ابوالفضل گفت کردم؟ گفتم ابوالفضل گفته من بین یک روز یک و دو برایم نشد، فرداش آرامو دیدم مافیا برایندش اعلام کرده. کی گفتم ابوالفضل شهربنده؟ گفتم علی الان تو بیشتر تارگت خوردی یا یک؟ تو یه دهیم یا نهیم که تارگتت کرده، الان داره میگه 6 بره. هی منو دارین تارگت میکنین، منو دارین پوش میکنین، من خود بزرگ بینی داری؟ من فقط حک میام داره میگه 1. بعد الان جالبه، الان ساید 1 و 8 داره، یا از سیت 7 به بعد ساید 1 و 8 داره به هم میخوره، داره 6 تولید میشه. یعنی معتقدین اون ساید دفت شهرونده، این 6 مافیاست که دارید 6 نشون میدید همتون؟ امروز همون ساید 1 و 8 رو باز میکنید. میریم برای فاز رای گیری. روند رای گیری رو یک بار توضیح میدم، به دقت گوش میکنید. بعد از شمارش هم اگر فریز گفتم دستاتون رو نمیکشید تا تعداد آرا رو بشمارم. 4 رای دفاع، 4 رای ودا، رای تأخیری نمیشمارم، 1 رای امتحانی میگیرم برای خودم. 1001، 1002، 1003 سر صحبت خانم آرام هستن، رای میگیرم از سر صحبت. رای فرش جلوی دوربین اینجاها باشه ممکنه نبینم. رای برای خانم آرام 1001، 1002، 1003 4 رای. رای برای حاج موری 1001، 1002، 1003 1 رای. رای برای ابوالفضل 1001، 1002، 1003 3 رای. رای برای الکس 1001، 1002، 1003 1 رای. رای برای سعید 1001، 1002، 1003 2 رای. رای برای احسان زرگر 1001، 1002، 1003 4 رای. رای برای مهرداد 1001، 1002، 1003 بینگو. رای برای علی مولا 1001، 1002، 1003 4 رای. رای برای عمو خشی 1001، 1002، 1003
بینگو. رای برای اسما 1001، 1002، 1003، 2 رای. خواب قیلوله برای ریش سفید، تصاویر بسته. ریش سفید بازی، آیا میخواد کسی رو از رای گیری خارج کنه؟ روز میشه دوستان، همه تصویر. همه تصویر. به درخواست ریش سفید هیچ کس از رای گیری خارج نمیشه. اکتا قفل. سه دوست داخل دفاعی نفری به ترتیب 40 ثانیه 45 ثانیه خودشون دفاع میکنن. خانم آرام بفرم. اما خشایار و سعید رأیشون به من خیلی عجیب بود. سعید سه رو داره تارگت میکنه، سه فقط منو مافیا داره، با دست سه رأی میده به من. اما خشایار کیو مافیا داره؟ اما خشایار شیش و مافیا داره. شیش بلند شده برگشته گفته که از نظر من بین 9 و 10 مافیاست. فکتای 8 رو داشت میابرد، گفته بین 9 و 10 مافیاست. من بعد خودم رأی ندادم، یعنی بعد خودم به اونی که رأی دادم سه رأی آورده، مثل سعید بازه، درسته؟ نه به زرگر رأی دادم، نه به علی مولا رأی دادم، به کسی رأی ندادم رأیم باز شد، درسته؟ ابوالفضل که نو آدز مافیای بازیه، یارش میشه سعید بازی. سعید داشته با ابوالفضل میجنگیده، جفتشون نیومدن تو دفاعیه. ببین علی مولا، تو برگشتی گفتی گان برسه دست احسان زرگر، رأی چی بود برای احسان زرگر؟ خانم آرام، اصلا نباید چین کنی، شما باید یه نفر رو فقط گردن بگیرید. آقا ول کن، من دقیقا با رأی یکی کسایی اومدم بالا که گفتن آرام شهروند بوده. من به آرام شهروند گفتم پاش اینی که داره گردنت میگیره رو گردن بگیر. به آرام رأی یک ندادم، 5 تا آورده. رای دادم علی مولا، 4 تا رای آورده. خود علی مولا هم تا قبل اینکه بهش دوباره تارگت بزنم منو شهروند داشته، میگفته گان بیاد دست من. مگه میشه منو بیارین بالا؟ این خود دوره داره میگه شما گفتی بین ما سایت هست، چرا به 6 تارگت میزنی؟ خود کسی که گفتم اینجا سایده با من کاری نداره، آقای مرداد منو گردن گرفته. خودشون هم اسما رو مافیا داشتن. جالبش اینه به من که رای ندین، نمیدونم میتونید ساید آرام و این 8 رو باز کنید، ولی به من رای ندین، من شهروند. یه لحظه بازی فریزه ای که دوستان پرید. آیا الکس تصویر لطفا. آیا علی مولا بفرمایید. غیر ممکنه تو شهروند باشی آیا احسان زرگر، غیر ممکنه تو شهروند باشی. خود کسی که میخوام از دک بکنمش بیرون به من رأی نداده، تو به چه حقی به من رأی دادی؟
آیا الکس به چه حرفی به من رأی دادی؟ اون رأی چهارم من کی بود؟ چهار و پنج و شیش رو که میدونم، اون چهارمیه کی بود به من رأی داد؟ نفهمیدم. یه نفر چهارم. اول پس تو رأی دادی؟ تو به منم رأی دادی؟ پس امروز به یک کسی رأی نمیده. به یک کسی رأی نمیده. به یک کسی رأی نمیده. چی شد به من رأی دادی؟ اول پس من معتقد نبودی یک مافیاست. الکس 30 ثانیه از حرفش نگذشته که رگ پیشونیش زده بود بیرون، داشت به اسما میگفت تو بیشتر تارگت خوردی یا یک، پس یک شهرونده. تو هم خشایار گفت شیش بره، بلند شده چالش گرفته، میگه نه نه همون ساید یک و هشت رو باز کنید، همون ساید یک و هشت رو باز کنید، کسی شیش رو خلق نکنه. آرای الکس مدلی نگاه نکن، این حرفایی که زدی فیدک. دفاعی این سه دوست رو شنیدیم، این سه دوست داخل دفاعی به هم حق رأی دارن، رأی تأخیری نمیشمرن، رأی میگیرن برای آرام 1001، 1002، 1003، یک رأی، رأی برای احسان زرگر 1001، 1002، 1003، چهار رأی، یک رأی تأخیری، رأی برای علی مولا 1001، 1002، 1003، چهار رأی. آیا علی مولا وصیت؟ به مرچا فردا استعلام میگیرید خون شهرم، الکس، احسان زرگر و این آقای سعید رو کلاشون رو میکوبید به هم، کلاشون رو میکوبید به هم، چکلگدیشون میکنید میدید بیرون. خب شین شهروندی و خون این ستا رو میکوبید به هم. رو مایک هم دارم بازی رو نگاه میکنم، هم الکس هم احسان زرگر همین سعید که کلن از بازی مافیا فقط اینو یاد گرفته، فقط اینو یاد گرفته، این ستا رو یه جوری کلاشونو به هم میکوبید که تا یه هفته 10 روز از سردرد نتونن بخوابن. با اعلام من شب میشه دوستان تصاویر بسته، تصاویر بسته، اکتار خودم دونه دونه پیویتو میام میگیرم. خیلی نوکرم، چطوری کاکو جونم؟ ببخشید تو پیغام گذاشتی ولی من نه من بودم جا تاری کنم نتام خرابه، رئیس دربار شدی به نازم. دوستان من باز هم عذرخواهی میکنم، فاز شب یکم طولانیه چون عکد دستیه.
بعد از نقطه چین من دیگه چت نباشه، بعد از نقطه چین من دیگه تو گروه دربار چت نباشه. تا نگفتم کسی تصویر نمیده. با اعلام من روز میشه دوستان همه تصویر. در شبی که گذشت خداحافظی میکنیم با آقای الکس. درخواست استعلام وضعیت، استعلام وضعیت اول شما تایید میشه. از جمع شما خارج شده یک دربار. امروز صحبت ها از اسما به سمت عمو خشید. چالش حاج موری صحبت کن. به نظرتون وصیتش مافیایی بود؟ آقای علی مولا 65 تا لایک میاد تو تصویر. آره به نظرتون الکس مافیا بوده؟ به نظرم الکس مافیا بوده. چرا شو شدن رأی دادن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم شاد کنیم یکی مولا. علی مولا که شهروند بود. ببین چه جوری میکنم اتون بیرون. آقای احسان و ابوالفضل و سعیدی که با هم هم نظر نیستید ولی به یک دیگه رأی میدید. آره همچین بای بای نشونت بدم. به نظرم امروز ابوالفضل بره. سراسر تناقضه. به یک و مافیا داشته، به علی مولا رأی داده، به همراه اون به این یکی هم رأی داده. آیه ببین حاج موری تو باید صحبت ها رو بشنوی، بعد اگر دوچار تناقض بودی این فکرهای کثیف رو بیاری که اینجوری شده و اونجوری شده. اگر اینو میخواستی بگی باید ما میدیدیم قبلش که الکس تمایل داره بره یا به زور میخواد توی باشی بشینه. نه من اینو نمیتونم الان فکر کنم. من سعی میکنم فکر کنم علی مولا مافیا بوده. ببین اینجا اگه علی مولا مافیا باشه تو که این سن این ذهنت نمیتونه ذهن شهروندی باشه. آج موری کیا رای دادن به علی مولا؟ دستشونو میارن بالا. یعنی این دو نفر. خب من که شما دوتا رو شهروند بگیرم مشکوکا. آرام تو الان میگی که کیو مافیاست؟ من مافیا آرام یا حاج موری سه مافیاست؟ نه نفهمیدم دوباره. الان حاج موری معتقده که من مافیام رفتم دارک زدم. تیر بلند شو حاج موری رو بزنه. همین الان تیر به ضمانت من بلند شو حاج موری رو بزنه. من شو میشم حاج موری، شو میشم دیگه، میخوام خودم رو شو کنم. تیر بلند شه همین الان. من حاج موری رو بیار بالا. تیر رو بکش بالا. من حاج موری رو بیار بالا. تیر رو بکش. من حاج موری رو بیار بالا. دست کی تیر بکش؟ تیر رو بکش همین الان. ما دو تا رو بیار بالا. بین ما دو تا سایده. ببینی ابوالفضل برادر من، فکت داری. فکتت اینه که تو اگه معتقد بودی بین شماره یک و علی مولا مافیا هست که میگی من الان میخوایی تو تنت بگی من رأی دادم سایت در بیاد، پس چرا تو تنت با علی مولا موافق بودی که فقط یک بره؟ چرا نمیگفتی بینشون سایده؟ یعنی یکم مافیا داری؟ الان یکم مافیا داری؟ پس چرا دوباره میگی سایدت با آجماری در میاد؟ خیلی عجیب غریب بازی میکنید. من هنوز شیشم مافیا دارم آقای شماره شیش قبل از مردادو. من هنوز هم شیشم مافیا دارم فعلا. نیکس هنگ صحبت کن سعید، صحبت کن بچه هم بهم بده. الان آقای اموخشای خانم آرام و اسما ابوالفضل رای داده رفته یارشم شاد کرده. نمیذارم کسی دیگه با ابوالفضل تارگت بزنه. خودم ابو فضل و مشکوک داشتم یارشو فروخته، باید بازی رو ببره، احتیاج داشته. نمیذارم به سه و شیش کسی تارگت بزنه. الان شما رأی ندادین به کسایی که رأی دادن مافیا رفته بیرون، شما دارین تارگت میزنین. مگه اینجا الکیه؟ میکنمتون یکی یکی بیرون. من شهروندم، داغ زدن که من شهروند سفید بشم. من دیگه سفید شدم، نمیذارم کسی به ابو فضل تارگت بزنه. سه و شیش شو شهروندن تو این بازی، رأی دادن مافیا رفته بیرون. تمام، نمیذارم کسی بینا تارگت بزنه. آقا کیا به 6 رای دادیم؟ من رای دادم، 7 رای داد، 8 رای داد، 9 رای داد. یه نفر دیگه بود تأخیری بود، یه نفر تأخیری کی بود؟ اسما تو بودی؟
یعنی من شهروند خواستم شیشه شهروند بکنم بیرون، شما شزمتلات مافیا کردین بیرون، نفر آخر مافیا نفر آخر اومده بیرون. پس خیلی پس بازیتون خوبه دیگه. من چیکار کنم؟ من الان من بعد صحبت ها رو گوش کنم، ولش کن صحبت ها رو گوش میکنم. بچه ها من صحبت میکنم. هشت بازی بلند شد منو گردن گرفت، ابوالفز بلند شد منو گردن گرفت، درسته احسان سرگر؟ درسته؟ ابوالفز سعید با ابوالفز ساید گرفته بود، درسته؟ من اومدم بالا، الان سعید میگه من سفید شدم، یعنی سفید نبودم، ابوالفز هم سفید شده یعنی سفیدم. ابوالفضل نظرش چی بود؟ فقط آرام بره بیرون، درسته؟ آرام باید میرفت بیرون دیگه از دیوار. چی کار کرد ابوالفضل؟ به من رأی داد، بعد برگشت گفت نه هشت بازی مافیاست. من نمیشه خانم آرام، این استدلالایی که میاری با ابوالفضل یار من باشه، من شهروندم، منم تو رو کاور کردم، هشتی که گردنت گرفته رو کردم بیرون. گوش آقا، مگه میشه این ستا این سه تا رأی من شهروند، من سه تا بوده نکردن چهار تا فردا تو رو بکنم بیرون، رأی دادم به یارشون، من به اینا میبازم. رأی من سه تا بوده، هیچ کدومشون به من چهار نده. این دهی که به من چهار داده امروز لایک میده، میگه احسانو سه شهروندن، این دو مافیاست. میدونی چی دارم متوجه میشین چی بهتون میگم؟ فقط دو میره گان، یکی میخوره به دو، یکی میخوره به این آقای مرداد که میگه نمیدونم چی شده. دو مرداد چالش میدم به شو شهروند بازی ابوالفضل شماره 3 صحبت کنم. سعید بذار من اول صحبت کنم. ببین حاج موری، اگر شهروندی، اگر کارگاهی توی این بازی نقش مقابل کارگاهه که استعلام شهروند بازی رو مثبت میکنه توی بازی، پس سناریو دارک از این بازی از ذهن خودت کامل بکن بیرون، کامل بکن بیرون. دارکی توی این بازی زده نشده، چون من شهروندم، سعید و شهروند دارم، احسانم احسان زرگرم شهروند دارم تو این بازی. بازی قبلی دو آرام مافیا بود، دو بار استلامشو گرفتم، چون این نقش مقابل کاراگاه میتونه استلام شهروند رو توی بازی مثبت کنه. پس بین اونایی که رأی ندادن حالا باز دوباره صحبت کنید. آرام چالش آخر بازی رو بده به من. ببین آرام، این چینی که میچینی که خیلی مسخره است. یعنی من با ابوالفضل یارم، روز یک موزه یارم آوردم پایین که تو شهروند رو نده بیرون. من به تو رأی یک دادم، به علی مولا هم رأی یک دادم، گفتم بیا این بالا صحبت کنین، بعد تو معتقدی که من ابوالفضل با هم دیگه یاریم، رفتیم دارک زدیم، سفید نبودم سفید شدم. اینا چه فکتایی که میاریم تو بازی؟ سر درد میگیره آدم. شهروندی بشین سر جات. امروز ده از ما میتونه مافیا باشه، مهداد میتونه مافیا، اینایی که رأی ندادن آقا، ما که سایدمون در اومده، ما شهروندیم، ابوالفضل و پنج و شیش شهروندن تو این بازی، ساید اونایی که رأی ندادن باید در بیاد. چالش بدین عمو خشایار صحبت کنه سایدشو در بیاره. ابوالفضل چالش بده عمو خشایار. خشایار بعد من صحبت کن، قبل من صحبت کن، حالا صحبت داشت. آقا یه نکته گوش بدین، دیروز اسما علی مولا رو شهروند داشته، ما اگه بگیریم علی مولا شهرونده، یعنی اسما یارش بود اومده کاورش کرده، اون نمیخونه دیگه، یه جوری دیگه نمیدونم اصلا. این دک دار که من نمیتونم دار که حاج موری بخوام دار که عنوان کنم دیگه. حالا در هر صورت اگه دار کم بوده باشه با ابوالفضل که شهروند خورده، چرا مثلا بابر یارشو بزنه؟ یه شهروند خورده فردا نهایتش خودش میخواد بره بیرون دیگه. نمیدونم بازی کنید یا بار دیگه با ابوالفضل بازی کنید. ببین اشکال نداره، تیر تو بازی باید باشه دیگه، الان یه تیر تو بازی هست، درسته؟ اون تیر میکشه. من امروز میگم اون تیر به کی بخوره؟ میتونه به اسما بخوره توی بازی. ببین آرام، هم به تو رأی دادم هم به اون توی بازی رأی دادم، جفتتون اومدید بالا، رأیمو زیر تو هم کشیدم، یه دونه دیدم رأی نیاوردی کشیدم زیر، اون ساید بازی در بیاد، تیر بازی بکشه، من اسما رو بیار بالا. آقا تیر ده سر کی است؟ بکشه من اسما رو بیار بالا، من میخوام باز دوباره خودم و نقشمو در بیارم بالا. اوکی عمو خشی بیا. تایید میشه عمو خشی، دو نفر رو به انتخاب خودت میاری بالا.
اسما ابوالفضل. این دو دوست هر کدوم 40 ثانیه دوئل میکنن. اول از خانم اسما شروع میشه. این کارت انصاف نیست. خب خشایا میدونی چرا من انقدر ضعیفم که دارم میام میگم اولا سناریو دارک نیست، یعنی دارم فرض رو میذارم دارم به تو میگم علی مولا مافیا بوده، چرا من داغون و مغزم هندیکپم دیسیبلم منگلم که دارم اصرار دارم میگم نه دارک نبوده مافیا بوده، خب که خودم موزم بیشتر ببرم زیر گل، انقدر من داغونم، خب انقدر من داغونم. بعد دوباره کی؟ ابوالفز میگه اسما، سعید میگه اسما، خشایار میگه اسما، دوباره بگین اسما ننه من غریبم داره در میاره بگید، ولی تو هر حرکاتتون همینه، حرکاتتون همینه. آیا ابوالفز ببین تو رأی ندادی دیگه، باید تو از رأی دهنده کم شه ما بفهمیم که این جریان بازی چی بوده. سعید رأی داده شهرونده، مرتضا شهرونده، احسان زرگر شهرونده، اون مافیا میخواسته آرام از بازی بکنه بیرون شهرونده. آرام یه مافیا داره پوشت میکنه، نیازی نیست که من دوباره چالش بگیرم بیام بگم فقط آرام میخوام بکنم از بازی بیرون. چه این اسما میشه شماره مهداد به نظرم توی بازی، خشایار هم میتونه شهروند باشه، حرفمو گوش کردم روز خشایار به نظرم شهرونده. چه اینی که واسه اسما داره، اسما رو خون مافیا مهداد میکنید بیرون، خون شهروند منو میکنید بیرون، دوباره مهداد وصیت میکنم بزنم با خشایار هر کدوم دوست داره. عمو خشایار 5 ثانیه وقت داریم. رضا میتونم صحبت کنم فقط باید تیر بزنم؟ نه نه فقط شلیک. شماره 10 اسما. خانم اسما وصیت. ابوالفضل گویا معنی دئول و بلد نیست، داره وصیت میکنه، وصیت انگار داره دفاع میکنه، این اونه این اونه. ببین خشایار زری تو سر من، باید بری بیرون، باید بری بیرون. کل براینده ابوالفضل چیه؟ به رای گیری. از کجا معلوم نفروختی که انقدر اصرار داری به رای گیری؟ من رای گیری کردم، من تو رای گیری رای دادم، من تو رای گیری رای دادم. آرام و شهروند میکنی، همه رو شهروند میکنی، پس من یارم کی الان؟ اگر رو شهروندم خشایار، خشایار چه میکنی؟ خشایار آره بزن تو سر سعید، تو خودت اسم منو میوردی، دو دستی بزن، دو دستی بزن خون در بیاد. اه نمیذارید بازی کنم، یا پوشم میکنین یا شاتم میکنین یا با تیر میزنین تو سر من، یه وجبی چه هیزام تری به شما. ساید پلیر خارج شده از بازی شهروند. صحبت ها از حاج موری بفرمید. آله اشار صحبت کن به کی دادی حاج موری؟ همون خشی صحبت کن همون وقت دیگه باید بری. به نظر من امروز به نظر من باید بری. آقا دو نفر وایستاده دیگه، سعید کی بره؟ سعید دو بره جب گرفتاری شدیم بابا. بازی کن آقا من نمیدونم. احسان زرگر بالا بوده، آرام بالا بوده، به نظر شما یه مافیای دیگه هم بالا بوده. آرام معتقد بوده که احسان زرگر میتونه شهروند باشه، احسان زرگر بلند شده تو دفاعیش گفته شما بکشید زیر آرام بره بیرون، درسته؟ یعنی به یار خودش هم نخواست رای. ببین ابوالفضل من که واقعا این بازی رو نمیفهمم. مهداد میخنده تو بازی، خوشحاله، هیچی نداره بگه، چالش میگیرم، حرف میزنم، منو سیو بدید. سیوت دادن الان، فکر کن سیوت دادن، چقدر اهمیت داشتی برای این بازی. ببین ابوالفضل خودت دیل کردی، دست نمیذارم به عمو خشایار بزنی، یعنی اگر بگید عمو خشایار باید بره بیرون خودت میری بیرون. عمو خشایار شهرونده، منم شهروندم. احساس اگر بی خودی داری پارو میذاری، خودت خسته نکن. ببین یا دار که یا ابوالفضل به نظرم تو برو بیرون، برو بیرون وصیت کن. ببین اگر سناریو دارک باشه حداقل میفهمیم، تو اگه شهروند باشی برو وصیت کن هفتو، تو خودت الان دیل کردی دیگه، درسته؟ من نمیخوام این بازی رو ببازم. واقعیت من احساس میکنم دارک زدن چاره الکس کیو داشته، مافیا تارگتاش کیا بودن؟ من هاجموری بودم، سعید بوده، درسته، 4-5 نفر دیگه.
کیار داشتن؟ این 60 سر خدا ازت میگرفت سعید چی داشتی بگی؟ من نمیدونم اول فصل تو برو بیرون وصیت کن. من که گفتم هفته مافیاست شما پر... احسان آقا ببین این دوره چالش اول صحبتش میگفت من مفتشم استعلام ابوالفضل رو دارم مطمئنم شاد به خودی زده، الان ابوالفضل جلو چشش در رو خورده میگه ابوالفضل برو بیرون میتونی بعد وصیت کنی. این دو کشو مافیاست. تو حتی اگه میخواستی بگی ابوالفضل مافیاست باید میگفتی با آرام یاره به اون یارش نداده بیرون، فکر نمیکرده اون یکی یارش 4 تا رای بیاره. من با کدومشون یار بودم گفتم ساید آرام و هش کنی؟ ببینید بچه ها، علی مولا مافیا، اوکی میگیریم ساده ترین حالت، علی مولا آقای احسان سرگر مافیا درسته. زمان وصیتش برگشت گفت، گفت 3 و 4 و 5 و 6 رو بکوبید به هم درسته. چرا نگفت 3 رو بکوبید؟ 3 به من رأی 1 داد. آقای علی مولا معتقد بودش که آرام دیگه شهرونده. ابوالفضل رأی داد به من وقتی من الان علی ابوالفضل ساید در اومده، تو گفتی که خانم چیز بره بعد من میرم درسته؟ الان دوباره میخوای ساید در بیار، یا رأی نمیدید یا به ابوالفضل رأی میدید، چون با امونخشایار صحبت کرد گفته یا منو بیارید یا دور، بعد گفته نه یا منو بیارید یا ده درسته؟ سعید چقدر شوی تو الان ریچ کردید رو 7 بازی. میریم برای فاز رای گیری. روند رای گیری رو توضیح دادم. سه رای دفاع، سه رای وداع، رای تأخیری نمیشمارم. سر صحبت عموخشی هستم، رای میگیرم از سر صحبت. رای برای عموخشی 1001، 1002، 1003 بینگو. رای برای مهداد 1001، 1002، 1003 سه رای. رای برای احسان زرگر 1001، 1002، 1003 بینگو. رای برای سعید 1001، 1002، 1003 یک رای. رای برای ابوالفضل 2 رای. رای برای ابوالفضل 1001، 1002، 1003 6 رای. رای برای حاج موری 1001، 1002، 1003 یک رای. رای برای آرام 1001، 1002، 1003 2 رای. آقای ابوالفضل به دلیل اختلاف آرا تک دفاع میشن. تارگت کاور، تارگت 7 کاور 5 سید. ببین ابوالفضل اگه شهروندی که خیلی تباهی، خیلی تباهی، اما خشایاره که شهروند داری، کیا به شماره دیروز به شماره 6 رأی دادن؟ اما خشایار شهروندت 10 شهروندم تأخیر رأی داده بود، یه دونه من رأی دادم، یه دونه همون شماره 8 که شهروند بوده، یعنی شماره 6 که اومده تو دفاعیه، 3 تا شهروند، 4 تا شهروند، خودم که میدونم شهروندم، ما 4 تا رو شهروندا رأی دادیم به این شماره 6 نرفته بیرون. خیلی هوایی، برو بیرون اصلا، هر چی هستی برو بیرون. چقدر تو شوی مهداد تو این بازی، چقدر تو شوی. 8 رو تو از کجا میدونی شهرونده؟ تو 8 رو از کجا میدونی از شهروند به 6 رای داده؟ ببین حاج موری آیه شماره 6 تک دفاع کردین ابوالفضل و کاور میخواین، تک دفاعش کردین کاور میخواین که چی؟ الان یعنی چی کاورتون؟ یعنی چی تک دفاعش کردی؟ خب من شهروند فقط بهش رای ندادم. امروز که رای نمیدین ابوالفضل شهرونده، فردا من این مهداد شوملق رو تو بازی میدم بیرون. یک لحظه خواب نیمروزی برای ریش سفید. تصاویر بسته، تصاویر بسته، ریش سفید پیوی من. آیا میخواد کسی رو از رای گیری خارج کنه؟ روز میشه دوستان. آیا ابوالفضل در جایگاه دفاع بفرمایید. مگه میشه ریش سفید بازی الان نفهمه من شهروندم تو بازی؟ آقا گوش کن،
علی مولا مافیای بازی بوده، اصلا شهروند بازی بوده، منو وصیت نکرده تو وصیتش، دو نفر دیگر رو وصیت کرده که نبوده، مافیا بوده. چرا اینا باید برن دارک بزنن من شهروند تو بازی سفید شد؟ اون مرتضی اول بازی تو اومدی کارگاهی بلند کردی، اسم منم آوردی، خب به کارت من بر میخوره، میام تو رو تارگت میکنم تو بازی. همونجا گفتم تیر بلند شه حتی خود منو بزنه که آقا تو رو وصیت کنم حتی، ولی ذهنم چرخید. اون فکتی که آوردم به نظرم فوق و ولید بود. به نظرم آرام نباید برسه به مافیای من تو بازی. آرام یه دونه مافیا داشته تو رو، اصلا اون شهروند داشته تو رو گردن میگرفته، چرا من باید دوباره بیام من تو رو گردن بگیرم؟ اون که داشته تو رو پوش میکرده، نیازی نبوده من دخالت کنم. من تهش یه دونه رأی یک میندازم، رأی دو هم میندازم زیرت، از بازی میری بیرون. تو باید الان منو تو بازی قفل کنی. 1.7 به نظرم چینن همه تونو شهروند دارم، 1.7 چینن. به پایین عزیز رو شنیدیم. سه رای، رای خروج، رای تأخیری نمیشون. رای برای آقای ابوالفضل 1001، 1002، 1003، سه رای. آقای ابوالفضل وصیت. اشکالی نداره. ببین دارکو از ذهنتون بریزید دور، چون من شهروند بودم. دکتر سعید و سیو میده. خب الان سعید عمو خشی گوش کن، شهروندت دارم عمو خشی گوش کن، سعید گوش کن، فقط فقط و فقط مهداد شماره 7 از بازی میکنی بیرون. هر چینی تو این بازی بچینید مهداد تو این بازی مافیاست، هر چینی تو این بازی بچینید مهداد مافیاست. شیشم یارشه، شیشم یارشه. دیگه جای دیگه دنبال مافیا. آرام هم شهربنده به نظرم، چون مافیای داشت رو آرام رید میده. آرام ببخشید بد بازی کردم، معذرت میخوام، بازی تو هم خراب کردم. 6 و 7 بکنید بیر. شب میشه دوستان، تصاویر بسته تو فاز شب، حواستون به مایک و کمراتون خیلی باشه. دوستان دربار امشب قصد تشخیص هویت دارم. دوستان دربار امشب قصد تشخیص هویت دارم.
بعد از نقطه چین من دیگه چت نباشه، بعد از نقطه چین من تو گروه مافیایی چت نباشه، تا نگفتم کسی تصویر نمیده، با اعلام من روز میشه دوستان همه تصویر. همونطور که گفتم دوستان دربار دیشب قصد تشخیص هویت داشتن که تشخیص هویتشون غلط بود. درخواست استعلام وضعیت، اولین استعلام وضعیت شما تایید میشه. از جمع شما خارج شده دو دربار. امروز صحبت ها از احسان زرگر به سمت مهرداد بدون چالش. خیلی اذیت میکنیم خانم آرام روزه، یکم من و تو یه نفر دیگه ستاره های ابوالفضل بودیم که گفتی توی دفاعیت، چون گفتی ما رای دادیم ابوالفضل ستاره شد، گفتم به آرام کاری نشه، به سایدشو با 8 باز کنید. نمیدونم اگه 5 باشه عجیب غریبه، اگه 5 باشه عجیب غریبه. ابوالفضل با یارش با دو تا شهروند رای دادن به یکی دیگه و شاد به خودی زدن، چرا این کارو بکنن؟ اگه 5 باشه خیلی عجیب غریبه، چون 8 رفت بیرون، وصیت اولش من و شهروند بودم، چرا باید شاد به خودی بزنن اصلا؟ ببینید دوستان، من الان چرا به سعید میخوام بگم؟ اصلا کاری با فکت بازی ندارم. فکت بازی میگه سعید مافیاست، ولی من دلایل خود دادم. دلایلم چی؟ آی سعید، من دیروز به تو چالش دادم. چالش تو میدی به ابوالفضل، میگی ابوالفضل تو چالش بده به بود، تو برو بیرون ببینم، ملق آفتاب بالانس بزن برو بیرون، شهروندم باشی به کتف چمن، بود تو برو بیرون، بود 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 برو بیرون. نکست. آیه حاج موری سید، چالش از عمه من میخواهیم، از عمه من چالش میخواهیم. خدمت شما که عرض بکنم، دیروز من و مرداد و شماره 6 رای دادیم به ابوالفضل دیگه، مثل تا باله رای نداد. بزن آقا گردن بگیرین. آرام، حاج موری سید، هر کدوم شهروندی و یکی رو گردن بگیرید دیگه. مرداد تارگت زده فورس به یارش ابوالفضل، که ابوالفضل به دو روز تو 7 نفر به یارش رأی داده. چون ببین مهرداد اگه رأی نمیداد به ابوالفضل خارج نمیشد، من که خودم میدونم شهروندم. شیشم اگه یار ابوالفضل، چون ابوالفضل داشت شیشه کاور میکرد، پس اگه اینم به ابوالفضل رأی نمیداد، رأی نمیداد یارش بود، پس اینم از بازی خارج نمیشد. پس به نظر من سه شهروند کامل که با آدز خیلی 99% 99 صدام شهرونده نیست، نفر که خودم هم یکیشم. پس اون بالا هر کی شهرونده اون مافیا تو ذهن خودش رو گردن بگیره، چون یه مافیا. خب من صحبت میکنم. سر صحبت بلند شدم، نفر اول چالش دادم احسان زرگر، گفتم ببین آقای علی مولا، همین 4 بدون رأی من میکنتت بیرون. یه مافیا رو گفتم بدون رأی من میری بیرون تو، درسته؟ فردای بازی بلندشان گفتم ابوالفضل تو با یه نفر ساید گرفتی، الان باید ساید تو در، درسته؟ اوکی. حالا باید بگردیم بین حاج موری و با 5 دیگه، درسته؟ قراره بازی بشه، درسته؟ 5 سعید میره بیرون. نه ببین خشایار، خشایار یه دقیقه گوش بده. از نظر تو آقای ابوالفضل داشت حاج موری رو شهروند میکرد تو بازی؟ دارم اجموری چالش نداره. چالش ببین روتون میشه با بگید مافیا. آقای احسان، آقای خشایار، بلند شدم نظریه دارک بردم اونجایی که همه تون تو در دیوار بودید، درسته؟ میخواستید شهروند بدید بیرون، یه نفر مافیا غیرت کرده اومده فکت برای من رو برده، فکت شهروندی.
باری کلا به اول پد وقت شما شهروندان نفهمیدید. خانم آرام به نظر تو من مافیا مادم گفتم بچه ها داک زدیم، تیم ما رفته داک زده، علی مولا شهروند بوده اون ها. ابوالفضل چی بوده برات آیه خشایار؟ الان نخوند پنج بده بیرون، بده بیرون برم خشایار تا ندادمت بیرون. سعید بده بیرون بخند. شما که دیگه که فروختین نوش جونتون اشکال نداره، منم شهروندم تو این بازی. من روز یک به ابوالفضل رأی دادم، روز معارفه گفتم یه مافیا قطعی دارم شماره سه. آرام وقتی تارگت میخورده گفتم آقای علی مولا تو مشکوکی، آقای ابوالفضل تو مشکوکی، یا شما واسه من مشکوکین. روز یک به ابوالفضل یارم رأی دادم، آقای حاجموری هشته رو بگیر اصلا اصلا شهروند. خود چرا آقا مافیا بره دارک بزنه که من شهروند سفید بشم تو این بازی؟ من به این خاطر ابوالفضل میگفتم شهرونده تو این بازی دیگه، گفتم آقا چالش میدم به یارم که نمیگم شو شهرونده بازی، به یارم که نمیگم شو شهرونده بازی. روز یک به ابوالفضل رأی یک دادم، شما هم ستا که دیروز تو وقاحت رأی دادین، پس تو یک و دو مافیا نشسته. ببین آقای مرداد یک دفعه دیگه این دیالوگو با من کردی، خیلی ازت ناراحت شدم، این دفعه دومه داری با من این دیالوگو میکنی. میریم برای فاز رای گیری. سه رای دفاع، سه رای ودا، رای تأخیری نمیشمارم. سر صحبت های زرگر اصلا رای میگیرم از سر صحبت. رای برای احسان زرگر 1001، 1002، 1003، یک رای. رای برای مهرداد 1001، 1002، 1003، بینگو. رای برای عموخشی 1001، 1002، 1003، یک رای. رای برای آرام 1001، 1002، 1003، یک رای. رای برای حاجموری 1001، 1002، 1003، سه رای. رای برای سعید 1001، 1002، 1003، چهار رای. دو دوست در جایگاه دفاع بدون تارگت کابر، بدون هیچ اکتی، نفری 45 ثانیه دفاع میکنه. از حاجموری شروع میشه، بفهمید. ببینید چرا به رای دادم آقای احسان، چون دو علی مولا شهروند. یه لحظه من معذرت، خواب نیمروزی برای ریش سفید، من معذرت. ریش سفید بازی پی وی من، آیا قصد داره کسی رو از رای گیری خارج کنه؟ روز میشه دوستان. من از همتون عذرخواهی میکنم. حاجموری روز میشه. به درخواست ریش سفید حاجموری از روند رای گیری خارج میشه. آیه سعید تک دفاع. یه رای بدیم وصیت کنم. دفاعی این عزیز رو شنیدیم. سه رای، رای خروج، رای تأخیری نمیشورم. رای میگیرم برای آقای سعید 1001، 1002، 1003. آقای سعید وصیت. خب الان آرام چرا منو رای نمیدی؟ تو که آقای حاجموری چرا رای نمیدی برادر؟ شما که مافیات من بودم، شما که آقا مافیات من بودم دیگه، باید به من یک و دو رای میدادم. آقا من بازی رو ساده میبینم. با تو بازی گادفادر نشسته که دیشب ناتویی شده، چون گادفادر حواستون به این دیسلایکاتون هم باشه، گادفادر بوده ناتویی کرده تو بازی، پس اصطلاح مثبتی تو بازی نمونده. شیش و هفت و اموخشایار اگه فروختن که دیگه بماند، نیاز داشتن که ببرن. تو یک و دو دنبال مافیا بگردین، تو یک و دو دنبال مافیا بگردین. آقا شب میشه. با اعلام من شب میشه دوستان. تصاویر بسته. اکتا سری.
تا نگفتم کسی تصویر نمیده، با اعلام من روز میشه دوستان همه تصویر. درخواست استعلام وضعیت، رأی نمیاره. صحبت ها از حاج مری به سمت آرام، با چالش. حالش رو میدم به مهداد، خواستم به برگردون. امروز یه رای میدید امو خشایار خلاصت میکنم، امو خشایار از این بازی میدازمت بیرون. آره یارشو فروخت، سناریو دار کن که من آوردم، درستم بوده. پس به من میبازید آقای احسان زرگر، آقای مهداد. تو نمیتونستی هیچ جای بازی امو خشایار به من رای بدی. اگرم شهروندم هستی خودت این بازی رو خراب کردی، گفتی دو بره، تو تیر کشیدی تو سر اون یکی، باید میگفتی ابوالفضل بره دیگه، رأی به من نمیتونستی بدی، خود ابوالفضل با دیل کرده بوده. آره بخندم خشه، حالا بازم میشترم ولی قطعا خودم ازماتو میگیرم. ببین عمو سعید، من خصومتی با کسی ندارم. تو روز اول به من چالش دادی، من بهت بک دادم. روز دوم من بهت چالش دادم، توقع داشتم به من بک بدی، به من بک ندادی، دادی به ابوالفضل. به ابوالفضل گفتی ابوالفضل بده به عمو خشی. اصلا من مافیا گرفتم، آدم باید چالش بک بده دیگه، عیبی نداره. امیدوارم بازی بعدی که با هم افتادیم به هم دیگه چالش شدیم به هم دیگه هم بک بدیم، و همیشه همینطوری روال همینجوری بوده. من که به احسان دست نمیدم. احسان جان منو شات کن، اگه رفتیم کیاس منو شات کن احسان، من به تو دست نمیدم. چالش هم برای احسان زرگر بعد من صحبت میکنه. آقای مهرداد، آقای چیز، عمو خشایار، یادتون روز یک گفت من تو چادرم از چادرم بیرون نمیرم؟ اطلاق کرده به شهروندی، به یک نقش شهروندی، اطلاق کرده به یک نقش شهروندی، کی کم نشده؟ مثلا چرا میجنگی؟ بر چی میخوای با احسان دست ندی؟ احسان یه مافیا کرده بیرون، بعدش هم رأی داده به ابوالفضل، یعنی اونجا کنسه نخور. حاج موری چی؟ حاج موری رو دیشب ناتوی کردن دیگه پریشب. تو هم که شهروندی، منم که شهروندم، فقط کی میمونه؟ عمو خشایاری که با گاگان داشته زده تو سر دهی بازه، اونجا نمیتونسته از روی دو چک کنه دیگه، از روی سه. فقط که شهروندی منم جاری، برگشتم گفتم 4 امتیاز 8 رو بگیر بدون رأی من میره بیرون. ببین خانم آرام، من همون روز اول گفتم این آقای خشایار یه دعوای آشتی داده، خب رفته یه دهی و گردن گرفت، الان فهمیدیم در شهروند بوده. گفتم هیچکی بینشون دعوا نمیندازه، هیچکی نمیاد بگه. اون الان ابوالفضل که فهمیدیم مافیاست، چرا نباید بین نو در شرکت میکرد؟ آقا یه سیت دوی یا مافیاست یا شهروند اومده گفته سناریوی دارکی، کسی که گان دستشه باید اون سایدو باز میکرد. فضل چرا زده؟ یه نفر داره میگه ابوالفضل دارک زده. عمو خشی شما این چالش میدم به شماره 6 بعد از من صحبت کن. حالا حاجمون معتقدی که روزی که مافیا با سرعی میرفت بیرون، من رأی دادم به یارم بره بیرون، تو 7 نفر آیه حاج موری. ببین گوش بده، امروز یه رأی میدیم به شماره 2 حاج موری، از بازی خارج میشه، بازی تمامه. جدی به تو میدم، من حقیقتش هر موقع با شما که شماره 1 بازی میکنم، من میگم همین دیالوگو میگم من نمیدونم کی بی بازی یاد داده، امیدوارم همون نفر یا ببینم کی بی بازی مافیا یاد داده. هر موقع باش میشینه همین دیالوگ، این قد بهش میگم تا بازیش درست کنه، این قد بهش میگم تا بازیش درست کنه، قد تخریبش میکنه تا بازی رو درست کنه. امروز یه رای میدیم به شماره 2 از بازی خارج میشه. آقای خشایار اگه میخوای اینجوری بگی، باید بگی مافیا بوده یار ابوالفضل بوده، باید بگی اون دارکم نبوده، باید بگی اون آقای هش یارشون بوده، بهش رای 2 دادن، بعد خانم آرام رای 2 نده به ابوالفضل. نه باید بهش بگی تخریبت میکنم، شهروندی تخریبت میکنم، باید بهش بگی تو مافیایی، یار ابوالفضل بودی، ابوالفضل به خود رای 2 نده، تو یه شهروند خوردی، بعد آرام نفروخته تو رو، اینو باید بگی.
من نمیدونم چه مدلی بازی میکنین آقای هف، فقط چون که اون به تارگت شو بک نداد به شاید دو دادی. حاج موری بعد من صحبت کن. ببین خانم آرام، ابوالفضل با رأی عمو خشی رفت. من عمو خشی شماره 6 به عمو خشی رأی نداد. پس کی رأی داد؟ من رأی دادم 6 رأی داد. اون کی بود پس؟ عمو خشی من رأی نداد. خب بگو رأی دادم دیگه بچه رو تش... اه. خب پس یار فروخته دیگه. پس یا باید دو رو بکنیم بیرون یا 6 رو. من شما شماره 6 تو کنار اصلا فرض بگیم 8 مافیا بوده. ما فرض میگیریم 8 مافیا بوده درسته؟ خب پس منو وصیت کن 6 بره منو وصیت کن 6 بره منو وصیت کن. ببین میبندم به درخت مهداد میدمت بیرون و ببین آقای خشایار اونجایی که باید بازی یاد بدی به کسی شما باید بازی به کسی یاد بدی. ببین من باید به تو یاد بدم. بلند شدم گفتم آقای ابوالفضل شما مافیایی دارک زدی، بعد سناریو یارم آوردم، بعد اینجوری خودم رو شو کردم و ابوالفضل رو. ببین اینجای بازی میخونی مافیا چون هنوز ذهنت رو دو گیر کرده، میگی دو مافیاست. ببین ابوالفضل داشته رو هفته پارو میزده، اون شماره ده علی مولاد شهروند مگه نبود؟ مگه چهار مافیا نبود؟ داشته رو آرام پارو میزده درسته؟ پس من چالشم میدم به خود خانم آرام بعد من صحبت کنم. ببین یه لحظه گوش بده آقای مرداد، هر سایدی هستی میکنم بیرون. یه نفر رو به خاطر اینکه به چالش بک نداده کردی بیرون، داری میگی تو برو بیرون منو وصیت کن. من روز یک رأی یک دادم به مافیا، تو هنوز نمیدونی هشت مافیا بوده یا دارک بوده. اگه بدونی باید راحت تصمیم بگیری بین دو آقای خشایار کدومشون مافیا بوده، کدومشون مافیا بوده، هشت مافیا بوده یا الکس و شاد به خودی کردن. اینو بدونی که تو شهروندی راحت باید بین دو خشایار تصمیم بگیری. آقا به نظر من اینو بکنیم بیرون، همین هفته بکنیم بیرون. آقای احسان زرگر گوش بده یه لحظه، یک نفر تو روز یک با... تو که شهروندی، تو رأی دادی به هشت بازی. خب اگر این فکتو میاری پس تو رأی دادی به هشت شهروند دارک شده که این بدن گردن تو رو با این فکت بگیره. ولت ول کنید. یک نفر به اسم عمو خشایار روزه گفته من تو از چادرم بیرون نمیام، کلیم شهروندی کرد، یعنی یه نفر گرفته تو شهروندی. این چرا کیک نشده؟ چرا؟ چون هر کسی توی این دک یک نقشی داره، نمیتونه یه نقش رو بلند کنه. این کیکی داره. میریم برای فاز رایگیری. روند رایگیری رو توضیح دادم، دو رای دفاع، دو رای ودا، رای تاخیری نمیشمونم. سر صحبت های حاجموری هستم، رای میگیرم از سر صحبت. رای برای حاجموری 1001، 1002، 1003 یک رای. رای برای آرام 1001، 1002، 1003 بینگو. رای برای خشایار 1001، 1002، 1003 سه رای یک رای تاخیری. رای برای مهرداد 1001، 1002، 1003 بینگو. رای برای احسان زرگر 1001، 1002، 1003 عمو خشی تک دفع تارگت کاور. تارگت میدم به هاجموری، کاور میدم مهرداد. من که کاور تو میخواستم ولی گفتی تارگت میدم. ببین همون خشار تو پلیر نیستی که واقعا چیزها رو نفهمی، که الان مدام دور نشون دادی. تو باید به مهداد شک کنی که الان رأی نمیده باشه و تو رو شهروند داره. چطور ممکنه الان منو شهروند نداشته باشی مهداد؟ من گفتم چاره مافیاس، علی مولا شهروند بود، اینا دارک زدن، ابوالفضل هم مافیاس. تو باید من قبلت باشم. تو چرا با من رأی نمیدی به عمو خشایار؟ بچه این مهد به این دست ندید، بازی هم باختید، باختید گن زدید تو بازی. ببین اول بازی خواهش کردم گوش بدید، مهداده رأی نمیده با هیچ کس. الان من حاج منیرم هم شهروند قطعی نداره، آرام مافیاس نوش جونش عمو خشایار داره. اگه میگی دارک زدن که چهار تا شهروند احسان رأی دادیم که یکیش تأخیری بود، مگه نمیگی دارک زدن؟ پس
پس شماره شیشه میشه مافیا دیگه. پس ما چهار تا شهروند به شماره شیشه رأی دادیم، شماره شیشه هم شهروند بوده. خانم آرام تو امروز دارد افتاده که همچین دیالوگ، این روز معارفه همچین دیالوگ گفته، چرا الان داری میگی که این همچین دیالوگی داره میگه؟ اصلا اینا رو بذاریم کنار، اگه عمو خشیب به ابوالفضل رأی نمیداد الان ابوالفضل بیرون نرفته بود که با دو تا رأی نشسته بود. شما چجوری به نه داری میگی مافیا؟ من نمیدونم. اکت قفله آقا، آقای مرداد ول کو یک، من یک اصلا از اول بازی ایگنور کردم، 10 بار به من تارگت، من اصلا اسمش هم نمیارم، ولش که من اصلا هر موقع پای بازی میکنم اسمش هم نمیارم شماره یک. ببین آقای حاجموری فهمیدی چی گفت؟ گفت اگه تو کیاس رسیدین به مرداد دست ندی، یعنی میدونه الان من برم بیرون باز ادامه داره. اوه حاجموری تو مافیا تو مافیا دقت کن برادر من، دقت کن، میگه آرام اگه مافیاس برده من چی کاری به آرام دارم؟ من میگم فقط تو مافیایی، چی کاری به آرام دارم آخه؟ چی کاری به آرام دارم؟ دو رو فردا تو 4 نفر میدیم بیرون، چون من مطمئنم که مایک شماره یک که هر از چنگا اشتباه میکنم اسمش میارم به من رأی میده، 6 هم رأی میده، البته حاجمونی هم که باید رأی بده، با حاجمونی رأی نده که فردا بدینش بیرون. وصیت من شهروندی مرداده، مرداش قطعی شهروندی بازی، قطعی شهروندی بازی. دفاعی این عزیز رو شنیدیم، دو رای رای خروج رای تخییری نمیشونم، رای میگیرم واسه هم مخشی 1001 1002 1003 هم مخشی وصیت. فردا هر کدوم تو بازی بودین مرداد دست میگیره، مرداد دست میگیره، اگه شات نشست که مرداد دست میگیره، اگه شات ننشست فقط حاجموری رو تو 4 نفر میدیم بیرون، فقط حاجموری رو. یکم بازی یاد بدیم به شماره یک. نیکس با اعلام من شب میشه دوستان، تصاویر بسته، تصاویر بسته، اکتا سری تا نگفتم کسی تصویر باز نمی کنه، تا نگفتم کسی تصویر باز نمی کنه. با اعلام من روز میشه دوستان، همه تصویر خانم آرام تصویر لطفا. در شبی که گذشت خداحافظی میکنیم با مهرداد. کیاس 2 دقیقه آزاد. ببین آیدو، من که با تو دست میدم چون یه فک شهروندی خیلی ولید برات دارم. این همون گفتن سناریو دارکه، یعنی این دارکو گفتی میتونستی راحت منو گردن بگیری، ولی رفتی اون چیزو ابوالفضل رو گردن گرفتی، بعد بهش رای دو هم ندادی. یعنی اگه یارش بودی رفتی گردنش بگیری سناریوش رو خراب کنی، خیلی راحت بود رای دو بودی. من به همین یه دونه میبازم. به نظرم این ابوالفضل و خانم آرام تو دو ساید خودشون مونده بودن به نظر خودم، چون ابوالفضل اصلا حق نداشت به تارگت آرام رای دو بده، اصلا غیر منطقی بود رای دو ابوالفضل به کسی که داره آرام تارگتش رو گردن میگیره. خانم آرام ببخشید اگه شهروندی، من این فرق شهروندی دو اصلا نمیتونم باش دست ندم. صحبت کنید شما. من صحبت میکنم. ببخش آقای احسان زنگر، اگه فکت دارک درست باشه، اگه فکت دارک درست باشه احسان زنگر، پس تو 8 شهروند رو پوش کردی وقتی خودت رای بردی، 8 شهروند پوش کردی، درسته؟ 4 دارک بوده، درسته؟ بله.
چهار بازی برده که هشت اگر بگید شهرور اگر سنار صحبتی که حاج مرید بگه شهرور حاج مرید قضیه دار که برده بسته توی شهرور رای دادی من رای ندادم تو سه تا رای اوورد چهار تا رای دیگه رای تاخیری بود چجوری میتونستی به بعدی خودت رای بدی؟ تو اگر بگیری شهروند قضیه دار کنی گفته آرام دیگه شهرونده من فقط یه رای دادم به ابوالفضل درسته؟ ابوالفضل رو پس رای انداخته بود و رای نیاورده انداخته بود هشت بازی پس یه مافیا اومده بود بالا دیگه آقای احسان زرگر باش موری من می بازم توی این بازی چون از روز دیگه کم برگشتن گفتن هاش موری گفتن دیگه ببین خانم آرام تنها کسی که حق داشت به هشت رای بده من بودم چون اون اول زیر من رای دو کشیده بقیه بل... خانم آرام به کی دست میدی؟ حاج موری به کی دست میدی؟ آقای زرگر به کی دست میدی؟ دو دوست تصاویر بسته؟ شما به درستی با مهمات چیه بازی دست دادیم؟ حاج موری 20 ثانیه ببینم خشه چقدر بد پلی ببین اگر که هشت شهروند بود علی مولا آرام میشه شهروند چهاره داشته رو یک بارو میزده مهداد هم شیش رو نشون میداده اونجایی که ابوالفضل بلند شد توضیح نمیدم اصلا برای مهم نیست من با آرام دست میدم با اعلام من رعیت برنده یه بازی میشه عالی بودی بچه یه لحظه کسی رو مایک نیاد من دکو بخونم بازیش خیلی جالبه به نظر من الان میگم چه اتفاقاتی افتاد آرام مفتش یا همون کاراگاه بازی بودن حاج موری مهمات چی بود ابوالفضل چریک بازی آیا الکس مزدوری که دارک زده شد سعید سربدار احسان زرگر گادفاد سلطان مهداد ریش سفید علی مولا شبگرد خشایار طبیب اسما کاتب بازی عمو خشی ببین اول من یه نکته ایو بگم اینجا عمو خشی موقعی که گفت مهداد شو شهرونده اگر به جاش احسان زرگر رو سیو میداد میخواست احسان زرگر رو وصیت شهروندی بکنه حالا چه اتفاقی افتاده بود چون سعید بیرون رفت از بازی اکتای مافیایی گرفته شد ولی اعمال نشد چون سعید سربدار بازی بود از همه تونم هم از 10 تا پلیری که تو بازی بودین تشکر میکنم امیدوارم لذت کافی رو برده باشیم به نظرم بازی قشنگی بود همینطور تشکر میکنم و همه بیننده کانال مافیا